الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما دوستان عزیز و نهایت گرامی. امید که همیشه و همیشه و همیشه جور باشین و صحتمند باشین و سرحال باشین و خوشحال باشین و خوش آمدید به برنامه امروزی ما. و تشکر میکنم از یک و یک شما دوستان عزیز و نهایت گرامی که همه روزه بیننده برنامه خودتان یا بیننده برنامه کودک و نوجوان هستین. دوستان سلام خود تقدیم فولادی جان میکنم. فولادی جان سلام، صبح بخیر. سلام خدمت خود جمشید جان و سلام خدمت همگی دوستگای عزیز و نازنینم. خدا کنه خوب و جور و صحتمند باشن و فکرشان باشه که در هوای بهاری مریض نشن. بله تشکری میکنیم از فولادی جان. فولادی جان من هم خوب هستم، تشکر از اینکه خودت خوب هستی جمشید جان. مریض خونه شدی نه جمشید جان؟ و باید به دوستگای که داخل استودیو هستن هم سلام بدم. سلام دوستگا. سلام. بلند بگوین دیگه. سلام. سلام. خوب خوب هستین؟ بله. چرا جو چرا نازنین؟ خوب هستین؟ خوب هستین؟ مرتضی تو خوب هستی؟ بله. بیا اینجا بغل کشی کنه مرتضی، بیا دیگه. بله. بیا دیگه. من آزارت نمیتوم. باور کن آزارت نمیتوم. چرا جمشید جان بازی نمیخوره؟ من خود کلا گیر بازی میتم، او چرا بازی نمیخوره؟ بله لایف رو نینجا که من باید چاکلیت بتم. نخیر نمیخوای خیلی احمد علی رو میتم. نمیخوریم؟ ایش نخورم که شما رو چاکلیت داد. اصلا کو چاکلیت که من شما رو بتم؟ حیف چاکلیتم نکرده؟ میرم نارنجی رو میتم، میرم توتوگک رو میتم، چرا شما رو بتم؟ بله دوستان عزیز، فولادی جان یک نکته بسیار مهم را گفتن و گفتن که در این هوای بهاری همگی ما سرد ما نشه. بله, بله دوستا، به نظر شما فولادی جان چی خوب یک گپ گفت نی؟ بله. من میگم به نظر شما چی خوب گپ گفت؟ میگین بله. خوب گپ زدم دیگه. خب حالا ما در کدام فصل هستیم؟ فصل زمستان. بله فولادی جان میگه در این هوای بهاری. بهاری گفتم. خب این روزا چقدر هوا سرد شده نی؟ جمشید جان. بله. زیاد با من حسودی نکو. باشه حتما. باور کن حسودی کردن بسیار بد است. راست میگی، خیلی کار بد است. باشه حتما. باور کن. بله. دیگه همراه من حسودی نکو. بله. تشکر میکنم از خودت فولادی جان. ای احمد علی. خوب هستی؟ خوبه. چه کلایت نپوشیدی؟ چی؟ کلایت چه نپوشیدی؟ چیزی کلو نداری؟ بله احمد علی جان میگه کلاه امروز یادم رفت دیگه نی؟ و حتما دوستان جان تو مداخله نکن، برو برنامه تا پیش ببر. اصلا نمیخوام دیگه با من صحبت کنی. چرا؟ نمیفهم، یک دفعه حسادتم گل کرد. حسادت تو گل کرد؟ بله ها. بله به خاطر چی؟ نمیفهم بی دلیل. خب بی دلیل که امکان نداره. به خاطر که چند وقت پیش من دیدم که همراه نارنجی جان بسیار خوب صحبت میکردی. خب باز این میکار مرا هیچ خوشم نامد. به سر شخصیت بزرگوارم بد خورد. خب خیر است دیگه. نارنجی جانم دوست ماست، خودت هم دوست ما هستی. خب این که دیگه کدام عیبی نداره. چرا عیب است جمشید جان؟ بله کجاش عیب است؟ نمیفهمم، خودت بگو. ما بگم؟ بله من که میگم عیبی نداره. خب تیز. خب دوستان عزیز، امروز دوشنبه هست و ما در خدمت شما عزیزان هستیم. با حضور دوستان عزیز ما در استودیو که ما هنوز به ایشان سلام نکردیم. دوستان سلام. سلام. ماشاءالله شما خوب هستین. بازم ماشاءالله بسیار زیاد خوش آمدین. خواهش میکنم، شما بزرگوار هستین. چرا قچیق میزنین؟ بسیار چیغ زدن، من رو بخی ترسان دید. امین جا کم بود، من سکته گرده کنم باز. چه قسم آمبولانس زنگ میزنیم؟ خب دوستان ما وقتی که بلند صحبت میکنن یعنی ای که خوشحال هستن که امروز پیش دوستای ما هستن و یکی دیگه که نشان میتن که پر انرژی هستن. سعیز دیگه جمشید جان، من نباید سکته کنم، باید دفاق صحت مام باشین. بله حتما. بله ها. سکته کجا گفتی؟ سکته گرده، سکته میده. بله مگه داریم؟ چی داره؟ سکته گرده. نداره؟ نه خیر. خود دوست دکای نازنینم شما بسیار ملایم گپ بزنن که تا فولادی جان سکته دندان نکنه.
صحیح استاد؟ بله. تشکر بسیار. خب چرا شما میگین بله؟ جمشه جان موضوع برنامه تا نمیگی؟ بله حتما. خب دوستان عزیز و نازنین، قبل از اینکه من موضوع برنامه رو بگم، یک جمله بسیار زیاد خوبه که به نظر من خیلی خوب است و خیلی دقیق گفته. میگه هر کودک یک هنرمند است. چه قسم؟ مسئله مهم هنرمند ماندن است. بله دوستان، خیلی گپ مهمه است. یعنی هر کدام ما یک هنر داریم، یک استعدادی داریم که حتما بالای او استعداد ما اول او رو شناسایی کنیم و بالای او استعداد ما کار کنیم، حتما ما به یک جایی میرسیم. و البته دوستا و گفتن مسئله مهم هنرمند ماندن است. یعنی ما او استعداد خود را پیدا کنیم و حتما او استعداد ما رو شکوفا بسازیم. یعنی کل اگه ما یک استعداد داریم؟ بله. مرتضی تو چی استعداد داری؟ استاد انجینری. او انجینری. بله انجینری. احمد علی تو استعداد چی را داری؟ کار کردن. استعداد کار کردن. یعنی فقط استعداد من خوب است از کلا تان کرده. خب چی استعداد داری خودت؟ جمشه جان من استعداد خوردن دارم. خوردن خوب است نی؟ بله. خب دوستان عزیز، امروز ما در خدمت شما آمدیم و میخواییم درباره یک موضوع بسیار بسیار مهم صحبت کنیم و در کنار هم چیزهای خوب در برنامه امروزی یاد بگیریم. و البته موضوعی را که امروز قرار است در مورد صحبت کنیم، فولادی جان بسیار زیاد در او عرصه بسیار موفق است. چی است؟ موفق هستی دیگه. موفق هستم؟ بله، یعنی همیشه او کار را انجام میدی. چی کار انجام میدم؟ بله حتما ما برای خودت میگم، ولی قبل از اینکه برای خودت بگم برای دوستای ما میگم. چطور؟ با هم اگه ما با صدای بلند بگو جمشه جان، چرا خودت زحمت میدی؟ خب من میخوایم خودت نشنوی. چرا؟ بله. چرا؟ چیزی که ما میخوایم دیگه. خب چرا بخیل هستی جمشه جان؟ بله. چرا قیل حسود هستی جمشه جان؟ من حسود هستم. چرا من خوشحال باشم؟ دوستان من حسود هستم؟ نه خیلی. دوستان من میگه من حسود نیستم. چرا خیلی نمیخوایی من خوشحال باشم؟ بله حتما خودت هم خوشحال میباشی. دوستا ما در رابطه با موضوعی که امروز میخواییم صحبت کنیم در آیتم بعدی برنامه خدمت شما میگم. پس بریم و هم میان برنامه را ببینیم و انشاءالله در آیتم بعدی برنامه در رابطه با موضوع برنامه حتما و حتما معلومات میتیم و در رابطه با موضوع برنامه هم البته اسم موضوع برنامه را بر شما میگیم. پس در آیتم بعدی برنامه با ما همراه باشین. فراد تو کارت ما رو ندیده؟ فراد لالا تو کارت ما رو ندیده؟ نه، بیلم جک دقیقه. یالی بسه، خواهیم بیخی نواخت شده. شش دقیقه دیگه. فرهاد بر درگاه رو باز کن. او مکتب دیر شده. سلام دوست، چطور است؟ خوب؟ بخیر؟ چطور است؟ خوب؟ بخیر؟ بفرما داخل.
السلام علیکم. علیکم. چطور هستی حسن؟ خوبم شکر. چطوری؟ ما خوبم. تیش بیا بر مکتب نوخ شده. ما کارت خرگون کردیم. نم فهم در کجا هشتی موره. بر بو پال در قصیش نش مقصد زود شد. سهی. کلی از یار دیدی؟ آره. انت نه خودت دیدی پخش را؟ آره. فرهاد جان برات میگنی که درو کارت رو میپولا؟ آره. ابیش خنش کمک نمی؟ کارت دستان نازمه. من دو خودت میگیردی که ما درو کارت نیستیم. کارت نیست که دن تال ضرور نیه بیا خناسان کمک نی. خداوند متعال در قرآن عزیمشان میفرماید. و تعاون علی البر و تقوا، این با هم دیگر در کارهای نیک کمک کنی. بیا با هم دیگر بگردیم، از یک نفر کرده سه نفر بهتره تا در مکتب ناخت نشنه هم زودتر بری. خود کارت منیال پیدا میشه. هره کارت اصلا اینجا. تشکر. خواهش شما. این هم نتیجه کمک همکاری. بیا بر یک جای مطب. عزیزان شما خوش آمدید میگم با برنامه خودتان و تشکر میکنم از شما دوستان خوبم که ما را همراه هستین در برنامه امروزی ما. دوستان ما موضوع برنامه ما امروز در رابطه با کمک و همکاری است و همگی ما میفهمیم که کمک کردن و همکاری کردن خیلی خیلی یک اخلاق خوبی است که همگی ما باید این اخلاق را در خود ما داشته باشیم، چون خیلی هم ثواب داره و هم برای سلامتی ما خوب است و هم اصلا برای خود ما خوب است. بله دوستا، در رابطه با این موضوع امروز قرار است صحبت شه. پس شما عزیزان ما رو تا آخرین لحظات برنامه همراه باشین و حالا بریم طرف فولادی جان ببینیم که فولادی جان چی میگه. فولادی جان بفرما. بله بفرما. بله خودت یک گپ گفتی من نفهمیدم. من یک گپ زدم. بله جمشید جان. بله. این زندگی پستی و بلندی داره. آفرین. روزای چی گفتی جمشید جان؟ در رابطه با چی گفتم؟ درباره چی گفتی؟ بله. خب دوستان عزیز، تا که فولادی جان بفهمه که من چی گفتم، بریم طرف دوستان ما ببینیم در رابطه با موضوع برنامه و در رابطه با کمک و همکاری چی نظریاتی دارن، که حتما از نظریات دوستان ما که در استودیو هستن استفاده کنیم. خب کی میای دوستا برام میگه در رابطه با کمک و همکاری؟ کمک و خب کی میگه برام؟ آفرین مرتضی، بفرما. بفرما. آفرین مرتضی جان. من سید مرتضی استاد متعلم صنف دوم. کمک کارهای خوب است که دوست ما که ما جنگ میگیم کمک میکنیم، میگیم جنگ نکو بعد از کار خوب. آفرین به مرتضی جان. دوستان مرتضی جان رو تشویق کنین. بفرمایید. کمک کردن کار خوب است. بله کمک کردن کار خوب است. آفرین به فولادی جان. دوستا فولادی جان رو تشویق کنید. تشکر. خود دیگه دوستکای مو نظر ندارن درباره کمک کردن. بله بفرما خودت. آفرین.
چکو نفتی؟ سید محسن هستم، صنف اول، لایق درسا. آفرین، لایق درسا، یعنی در کل درسا لایق هستی محسن جان؟ بله. چقدر خوب، بخاطر هم لایقیش تشویق کنین محسن جانم. بله، تشویق کنین محسن جان را. و دوستا، محسن جان اول نمره است و امسال صنف اول را تمام کرد و به سال بخیر میره صنف دو، باز هم اول نمره میشه انشالله. خوب محسن جان، در رابطه با کمک و همکاری نظر خودت چی است؟ ما کردن کار خوب است به دوستان، وقتی که چی چیزایی کار نداشتیم اذیتش نکنیم، با چیزایی کار داشتیم برشان با اجازه چیزایش بگیریم. آفرین به محسن جان، تشویق کنید دوستا باز هم محسن جان را. بفرما جمشید جان. بله. یک سوال ازت پرسون کنم. بفرما. من خب بیشتر درباره کمک کردن اصلا نمیفهمیدم. خب ولی حالا برام بگو چرا با کمک کردن خوب است؟ آفرین به خودت فولادی جان، من حتما برای خودت میگم. خب دوستان عزیز و نازنین، ما همه انسان ها موجودات اجتماعی هستیم که به تنهایی خود نمیتونیم که از پس تمام کارهای خود بر بیاییم. پس بنابراین ما نیاز داریم که هم کمک بگیریم و البته دوستا خوب است که ما کمک هم کنیم. خب دوستا، به همین دلیل کمک کردن و همکاری کردن یکی از اخلاقهای بسیار بسیار خوبی است و فواید بسیار بسیار زیاد هم داره که حتما تمامش را خدمت شما عزیزان میگم. و اولین فایدهش که ما وقتی کمک کنیم باعث کاهش استراب میشه. وقتی ما کمک میکنیم دوستا، باعث بهبود وضعیت سلامتی عمومی ما میشه. وقتی ما کمک میکنیم، مثلا هر باری که امو کمک ما در یاد ما میاید چقدر یک حس خوبی داره. وقتی ما یک دوست ما را کمک میکنیم، مثلا دوست ما میخواید که یک درس را یاد بگیره و میای از ما کمک میخواید، ما بر ازو کمک میکنیم. دوستا، هر باری که ما این کار در ذهن ما باش بیایه، خیلی خوشحال میشیم و اصلا حال هوای ما دیگه میشه. به همین خاطر دوستا، امی است که کمک کردن باعث کاهش استراب میشه. چقدر جالب. بله، باعث کاهش دوستان عزیز استراب. و یکی از فواید بسیار مهم دیگه کمک کردن باعث رها شدن از افکارات و احساسات منفی میشه. ما دیگه وقتی کمک کنیم، وقتی یک فرد باشیم که کمک ما به دیگران برسه، این باعث میشه که همون افکار منفی از ذهن ما کاملا فرار کنه. وقتی که ما کمک کنیم، افکار منفی دیگه در ذهن ما نمیمونه، تمامش فرار میکنه، چون میگه این فرد یک فرد است که مهربان است و به تمام دوستای خود کمک میکنه و خود امو احساسات منفی دیگه وقتی که میای میبینه میگه نه دیگه ما باید فرار کنم، چرا که این آدم یا این فرد خیلی یک فرد خوب است، یک فرد مهربان است، کمک میکنه بر دوستای خود و به گفته خود ما خیرش به کسی میرسه. آفرین جمشید جان، از همین صحبت ها یک چیز یادم آمد جمشید جان. خب بفرما چی یادت آمد؟ چند وقت پیش بود خود جمشید جان. آفرین. خب یک کاکا بسیار پیر بود. آفرین. از سرک تیر شده نمیتونست، من کمکش کردم از سرک تیر شود. آفرین، برنامه سرت ناوخ شد نی؟ برنامه کمکی ناوخ شد جمشید جان، اما بسیار احساس خوبی داشتم جمشید جان. آفرین. بعد از اینکه احساس خوبی داشتم، کل انرژی های مثبت آمده بود در وجودم. آفرین به خودت دوستا، به خاطر ای که فولادی جان همگی دوستای خود کمک میکنه، به خاطر همین کار خوبش تشویقش کنیم. تشکر. خب دوستا، از بین شما تا حالا به کسی کدامتون کمک کردین؟ مثلا بر دوستتان چه قسم کمک کردین؟ تعریف کنین به ما. محسن جان بفرما. آفرین، بفرما محسن. دیگوز یک نفر در پانه شده بود، نامش علی احمد بود، قلم نداشت، من باش قلم داشت. آفرین، خود شد یک کمک. دوستا تشویق کنین محسن جان را. بله بفرما دوستا، اصلا تشویقایتان دیگه پر انرژی نبود دیگه. دوستا محسن جان بازم تشویق کنین. تشویق. دیگه کی کی را کمک کرده؟ بله؟ دیگه دوستای مخاطره کمک کردن ندارم؟ بله، من حتما از تمامشان میپرسم، ولی فعلا میان برنامه آماده نشد. اگر دوستان ما هم موافق باشن، که حتما موافق هستن. بله. چون میریم با هم کارتون میبینیم. دوستان موافق هستین؟ بله.
خب دوستان عزیز با هم میان برنامه را ببینیم و انشالله در آیتم بعدی برنامه ما در خدمت شما عزیزان هستیم و شما عزیزانم ما را همراه باشین. با ما باشین. باز هم شما را خوش آمدید میگم عزیزان به برنامه خودتان و تشکر میکنم از شما دوستان مهربانم که همه روزه بینید برنامه خودتان هستین. دوستان ما امروز در رابطه با کمک و همکاری صحبت کردیم در آیتم قبلی برنامه و نظریات دوستان نهایت گرامی ما که در استودیو با ما هستن گرفتیم. بله. و البته محسن جان هم یک خاطره بسیار بسیار خوب را گفت که چقدر یک کار خوب کرد و دوست خود به همسنفی خود کمک کرد و دوستا فولادی جان هم قصه خود کرد بر ما که یک کاکا مثلا یک فردی که کلان بود سن زیاد بود کار کمک کردم جمشید جون تا شرک تیر شد چشمای ضعیف بود. بله از او خاطر بسیار حس خوبی پیدا کردم. چقدر خوب است که ما کلگی ما به دوستای ما به آشناهای ما کمک کنیم. آفرین. خوب است نه دوستا؟ بله بله آفرین بسیار خوب است. مثلا وقتی میبینیم قلم زیاد داریم دوست دیگه ما قلم نداره براش بدیم، ما کتابچه زیاد داریم و دوست ما کتابچه نداره براش کتابچه بدیم، بسیار خوب میشه. باور کنین قدر خوب میشه که هیچ پرسان نکنه. شما هم همین کارا کنین. خود دوست کن؟ بله آفرین آفرین. خب دوستا یکی از فواید کمک کردن ایست که باعث میشه که ما طول عمر زیادتری داشته باشیم. البته دوستا دانشمندانی که تحقیق کردن بالای افرادی که سنشان زیاد است و کسانی که زیاد کمک و همکاری کردن و مثلا ما دیدیم دوستا بعضی افرادی که خیلی مهربان هستن، بزرگان خیلی مهربان هستن و همگی کمک میکنن. مثلا بعضی موسسات خیریه که هست کودکان را در اونجا میبرن و حمایتشان میکنن، درس یادشان میتن. خب دوستا تحقیقاتی که بالای او افراد انجام شده معلوم شده که او افرادی که زیادتر کمک میکنن یا طول عمر زیادتری دارن، یعنی زیادتر عمر میکنن نسبت به کسایی که کمک و همکاری نمیکنن. بله این هم یکی از فواید دیگه کمک کردن. خب بریم طرف دوستان ما و از دوستان ما بعضی خاطرات بشنویم در رابطه با کمک کردن و حتما دوستان ما که در استودیو هستن با همسنفی های خود کمک کردن دیگه. نی خب کی برام میگه؟ آفرین خودت بفرما پیشتر دست بالا کدی. آفرین احمد ولی هستم از صنف سوم اول نمره هستم. و یک نفر بود که او زیر ورقی نداشت، برش زیر ورقی دادم، برش امانت دادم تا سبا را گفتم که بیر برم بیر که ما خودم کار. آفرین آفرین دوستا تشویق کنین. آفرین بله دوستا چقدر کمک کردن کار خوبه است. ما وقتی که کمک میکنیم طرف مقابل ما چقدر از ما خوش میشه و دوستا خوب است که بگوییم که کمک کردن باعث میشه که عزیزان ما عمو روابط صمیمانه‌ای که بین دوستان ما داریم او رابطه ها قوی و قوی تر میشه و صمیمیت ما هم زیادتر میشه. مثلا ولی جان بودین نه؟ بله ولی جان وقتی که دوست خود کمک کرد حتما دیگه او دوست شرخ هم نیست که از یادش بره، حتما به یادش میمونه که یک روز ولی جان برای من زیر ورقی داد، حتما امتحان هم داشتین دیگه نه؟ بله در روز امتحان که چه روز سختی است جمشید جان ولی جان برای من کمک کرد و حتما ولی جان هم هر وقت این کمکش یادش میایه بسیار زیاد خوشحال میشه دیگه. برای خم نیست؟ خب فولادی جان بفرما. جمشید جان بله باشم یک سوال دارم. خب بفرما. کمک کردن خب کل دوستای ما خاطره داره، کلگی ما یک بار یک دوست ما رو کمک کردیم درست است؟ خب یک روز من تو توگک کمک کردم. خب او چرا من رو کمک نکرد؟ آفرین فولادی جان بسیار بسیار سوال مناسب و بجای کردی که من حتما با سوال خود جواب میتونم. ولی دوستا فولادی جان دوستانی که در استودیو هستیم فعلا میان برنامه باز هم آماده نشته است، ما
من مطمئن هستم همگی موافق هستیم بریم با هم میان برنامه ببینیم. اما رقم نیست دوستا؟ بله. فولادی جان اما رقم نیست؟ صحیح جمشید جان. دوستاکم یک میان برنامه ببینن بعد از اون با ما باشن. با ما باشین. باز هم شما را خوش آمدید میگم ایزان با برنامه خودتان و تشکر میکنم از یک و یک شما کودکان و نوجوانان عزیزی که همه روزه بیننده برنامه خودتان هستین. بله. دوستا در آیتم قبلی برنامه ما فولادی جان یک سوال بسیار بسیار خوب پرسان کرد و حالا وقتش رسیده که من باید به سوال فولادی جان جواب بدم. خب دوستا اگر منظور ما ای باشه که ما وقتی به یکی کمک و همکاری میکنیم منظور ما به ای باشه که حتما باید او دوست ما هم جبران کنم. اگر ما به ای فکر باشیم امو کیفیت کمک کردن ما کم میشه. مثلا ما باید بی توقع به صورت داوطلبانه به دوستان ما کمک کنیم، چون هم باعث میشه که طول عمر ما زیاد شه و هم باعث میشه که همیشه ما خوش و خندان باشیم، هم باعث میشه که استرس استراب ما پایان بیاید. پس امی خودش فایده است دیگه، ما به دنبال جبران کمک و همکاری ما نباشیم. اما داوطلبانه و صادقانه برای دوستای خود کمک کنیم. سعید جمشید جان، یعنی وقتی ما کمک میکنیم دیگه توقع نداشته باشیم، درست؟ بله؟ است؟ یعنی وقتی ما کمک میکنیم دیگه توقع نداشته باشیم. آفرین. دیگه وقتی کمک میکنیم دیگه هیچ نوع توقعی نباید داشته باشیم. بله. و وقتی کمک میکنیم کل دوستای ما رو دوست داشته باشیم. آفرین به فولادی جان و آفرین به دوستان عزیز ما که امروز تشریف آوردن و تشکری خاص میکنیم از شما عزیزانی که ما رو همراه بودین در برنامه امروزی ما. دوستا وقت برنامه ما هم کم کم و کم کم رو به اتمام است و ما هم از حضور شما دوستان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه های بعدی. شما رو به خداوند یکتا و بی‌نیاز می‌سپاریم. روز خوب و خوش داشته باشین. خداحافظ و نگهدار شما. دوستا خداحافظی کنیم همگی ما.